آقای محمد مهدی بنایی که یکی از هنرمندان میناتوری هستند که البته آشنایشان در نقاشی دیگه هم است، من خواستم که از چند نقاشی که ارتباط داره به هرات ازشان بپرسم تا اینکه اطلاعات جامعی در رابطه با نقاشی‌هایی که در رابطه با آثار تاریخی هرات شده هم اطلاعاتی را برای بینندگان عزیز تقدیم بکنم. آقای بنایی لطفاً بفرمایید معرفی بکنید که این بنا که البته در هرات است چی هست و تاریخ از این چقدر قدامت تاریخی داره. با تشکر از شما، قبل از همه حضور شما را در این مکان خیر مقدم عرض میکنم و از بینندگان محترم شما کمال سپاس و تشکر دارم که به این برنامه توجه میکنن. تشکر شما، طوری که شما میبینین اثری که در پیش روی شما هسته مرقد گوهرشاد بیگم نواسه خود امیرعلی در زمان خود تیموری ها که از مشاهیر بزرگ البته در قسمت خانم ها خود گوهرشاد بیگم بوده که توجه بسیار زیاد به هنر مینیاتور، خوشنویسی و همه هنرها داشته، از جمله در آبدات معروفی که در خود هرات بنامه شده که از دوران آنها میتوانیم به خود منارهای هرات توجه بکنیم. البته در آثاری که در پیش روی شما هسته میتونیم به خود دیگر هفت جوش هرات که از دیگه های معروف هرات که به صورت هفت طبقه ساخته شده یا هفت لایه که در قسمت این نقوش اسلیمی کاربرد داشته که به دوره خود تیموری ها رایج بوده، همچنین خطوط نسخ و سلس و شکسته و دیگر خطوط اسلامی که در اون وقت رایج داشته روی بعضی از آبدات های تاریخی از جمله فلزات، گچ، کاشی و دیگر آبدات ها کار میکردن و همچنین بناهای معروف دیگری داشته که از جمله قلعه اختیار الدین میباشه که در طی چهار مرحله آباد شده و ویران شده، طوری که معلوم بوده در عصرهای قدیم خود هرات به شکل یک دژ مستحکمی بوده، از چهار طرف به قلعه ها و دیواره های احاطه بوده و شهر به شکل خیلی کوچک و فشرده بوده، عموماً میکشیدن تا خود مردم همگی در یک محوطه که در اونجا استقامت بوده در اونجا از طرف خود همو والیان همو عصر تقویت می شدن و حمایت می شدن و کوشش می شده که اون قلعه همیشه به مستحکمیت خود بمانه و هیچ ویران نشه. به هر عصر و زمانی که یک شخص دیگر از مشاهیر برجسته کشور می آمده او دوباره بنا می کرده و پس او قلعه به قوت خود رو باقی میمونده. البته طوری که آقای بنایی هم گفتن در هزار سال گذشته هرات همیشه مورد تهاجم کشورگشایان بوده، از جایی که موقعیت جغرافیایی هرات بسیار مهم بوده که راه ابریشم بوده به طرف آسیای میانه و همچنین به طرف ایران و به طرف بغداد، چندین حصار در هرات وجود داشته که این قلعه ها به نام قلعه های دفاعی یاد می شده و در پایین از خندق های بسیار عمیقی بوده تا بریزی که از پیشرفت دشمن در ساحه هرات جلوگیری شود. این دکان هایی که شما در پایین می بینین فعلا میسر نیست. این دکان ها سال گذشته با یک طرح جدیدی که پیش روی ارگ فضای سبز باشه تمام این دکان ها را برداشتن و در این منطقه شما فضای سبز را مشاهده میکنین و در مقابل این دکان ها که جاده هایی بوده یک پارک بوده، این پارک هم پارک بسیار منظم و پارک بسیار مقبول از گل هاست که ما در گزارش های دیگه که از بازسازی شهر هرات قبلا در امی برنامه نشان دادم در اینجا میبینین و این دکان ها دکان های قدیمی چین فروشی هرات بوده که حالا در یک برنامه بسیار منظم و در یک معماری بسیار خوب در قسمت پیش رو شروع میشه به بازار ملک یا به بازار زرگران و خفافان هرات در اینجا پاساج های تعمیر شده که تمام این مغازه ها در قسمت این پاساج ها در اینجا درست کردن و
پیش روی از او فلان سبز است. خب آقای بنایی، اگر در مجموع میخواییم در قسمت آخر نظر بیاندازیم به اکثر تصاویری که در این اتاق دیده میشه، اگر مجموعا بگوین که بچه هایی که اینجا کار میکنن معمولا مشغول به چی تیپ رسامی و نقاشی هستن؟ تشکر شما. عموما در اینجا به چند رشته مشغول کار هستن، از جمله نقاشی با رنگ روغن، آبرنگ و مینیاتور و همچنین خوشنویسی. در قسمت مینیاتور روی کارهای هست، روی شیشه، روی صندوقچه و روی کاغذ. و در قسمت رنگ روغن شما تصاویر مناظر میبینیم، تصاویر بعض شخصیت‌های برجسته و شخصیت‌های علمی و ملی شما میبینیم و همچنین بعضا تصاویری که در اینجا کار شده روی سلیقه یا ذوقی کار شده و همچنین بعضا تصاویری که ما کار کردیم زیادتر عنعنات کشور خود خواست ما رایج بکنیم و زیادتر خواستیم همو عنعنه ملی خود به جانیان معرفی کنیم که از جمله کوچی های هست و فقر کشور ما هست و یا غم و شادی که در کشور ما اتفاق میفته. در هر دوره و زمان ما میتونیم اون رو به تصویر بکشیم و بیانگر امو عواطف و ذوق و احساسات مردم شریف ما باشه. طوری که در آخر هرات مورد توجه جامعه بین المللی خصوصا اونسف شده، همچنین چندین بار هرات آمدن و چندین محله و بناهای هرات که در معرض نابودی بوده به نام میراث‌های فرهنگی افغانستان معرفی کردن و تحت محافظت خود گرفتن، شما یا یونسف هم یا یونسکو هم که البته منظور ما از یونسف یونسکو بود که تحت مراقبت از این است، آیا اونا از کارهای شما دیدن کردن؟ چون بنا است که در هرات امکاناتی به وجود بیاید که تا هنرمندانی در خود هرات تربیه شوند که اگر آثار تاریخی مسجد جامع و جاهای دیگه که موزاییک است یا نقاشی و میناتوریس اگر خراب بشه لازم نباشه که از جاهای دیگه بیان، بلکه شاگردان امروزه که میتونن استادان آینده هنر نقاشی، معماری و ظریفکاری باشن بتونن این بناهای نیمه خراب شده و ایران شده را دو مرتبه احیا بکنن. تشکر شما. بعضی از مسئولین دولتی و خارجی از مراکز هنری و همچنین باستانی دیدن به عمل آوردن. متاسفانه زیادتر در راستای تهیه گزارش بوده یا یک برنامه و طرح برای خود درست کردن. ما از همه عزیزان و علاقه‌مندان خواهش می‌کنیم تا در قسمت بازسازی آثار تاریخی و همچنین مراکز هنری سعی و تلاش بیشتری به عمل بیارن، چون در طی چند دهه جنگ و بدبختی افغانستان به یک کشور ویرانه مبدل شده. ما خواهش ما از همه علاقه‌مندان و هنرمندان بخصوص در کشورهای پیشرفته ای است که توجه بیشتر به هنرمندای نسل جوان بکنن و همچنین هنرمندای سابقه و همگی در کنار هم نگه دارن تا بتوانیم ما یک هرات شگوفا و با هنر داشته باشیم. در طی سالهای گذشته شما شاهد هنرمندای خیلی برجسته در هرات بودین، از جمله استاد محمد سید مشعل، استاد محمد علی عطار و دیگه بزرگوارانی که در اینجا کار کردن، زحمت کشیدن، کسی به آنها ارج قائل نشد. ما از همگی خواهش مندم تا در این برهه از زمان اگر امکان از این هست که توجهات بیشتر بشه این مراکز رو بیشتر فعال کنن، بیشتر امکانات به دسترس جوانان قرار بدن، از نیرو استعدادهای شکوفا از اینا استفاده کنن و بتونن هرات رو به همو عصر رنسانس خودش رو برگردونن که همون دوره بهزاد بوده و خواهش ما همین بود. هموطنان عزیز، این شمعی بود از گزارشات یک کانون هنری که همونطور که قبلا به هموطنان عزیز وعده کرده بودم که در معرفی شخصیت‌های علمی هنری میپردازم، تانستم که امروز از اینجا هم یک تصویر بردارم و از همه خانم‌ها و آقایانی که در اینجا هستن تشکر میکنم که زمینه فراهم ساختن. این اتاق در مرکز انجمن ادبی یا کتابخانه ملی هرات است که من کوشش میکنم در ختم از این تصاویری هم از کتابخانه‌ای که تقریبا چند ماه قبل افتتاح شده شما را در جریان بگذارم. همینجا این گزارش را خاتمه میدم و از شما تشکر میکنم.